رسیدیم به مبحث ضمیر. ضمیر بسیار مبحث مهمیه، مبحثیه که مستقیما سوال به نام ضمیر ما نداریم، ولی توی نصف جمله های عربی ما همیشه، شاید بیشتر 90% جمله عربی ما همیشه ضمیر داریم. بنابراین تشخیص نقشش برامون خیلی اهمیت داره، بعدن توی مبحث ترجمه هم استفاده خواهیم کرد ازش. ببینید، ضمیر رو هممون میشناسیم، میدونیم هو ضمیره، انت ضمیره، ایاک ضمیره. منتها امروز میخوایم یاد بگیریم که ببینیم کدوم از ضمیرها چه نقشهایی رو قبول میکنن. در اصل نقشها رو در اصل داریم انانستارت میزنیم. اولین گروه ضمایر منفصل مرفوعی. آره اسماشون زیاد مهم نیستن، منفصل و متصل. مهم این استش که به صلاح این ضمیرها که الان مثلا میخواییم بگیم، عرض کردم کجاها دیده میشه و چه نقشهایی دارن. خدمتتون عرض بکنم که ضمیرهای منفصل مرفوعی به خاطر این بهشون خواهیم گفت منفصل، که یا به صلاح مبتدا میشن یا ضمیر فصل، یعنی نقشش به کلمه وابسته نیستن. ضمن این که همیشه مثلا مبتدا چون مرفوع ازش بهش میگیم منفصل مرفوعی. کدوم ضمیرها هستن؟ ضمیرهای معمولی و همیشگیمون. هو، هما، هم. هی، هما، هن. انت، انتما، انتم. انت، انتما، انتم. انا، نحنو. خب خدمت عزیزم عرض کنم که این ضمیرها رو حالا ببینیم چه نقشایی میگیرن، چرا بهشون میگیم منفصل مرفوعی. هو یذهب، این ضمیرها یا اول جمله میان به اسم مبتدا. مبتدا اعرابش چیه؟ مرفوع. ضمیرها مبنی بودن، درسته؟ دو تا آیتم قبلی من مورد مبنی اسم رو به درس داده بودم، به تمام مبنی ها گفته بودم چه لفظی رو اطلاق میدیم؟ محلن. پس همیشه یه محلن انتهای ضمیرها همیشه باید بنویسیم. پس درسته، پس همیشه ما آخر ضمیرها مینویسیم چی؟ محلن. این ضمیرها یا اول جمله میاد میشن مبتدا مرفوع، بعدش هم خبر میاد، یا وسط جمله میان بعد از مبتدا. الان تلمیز میشه مبتدا، مجد چون الف و لام داره خبر میشه صفتش میشه، اینجا هو میشه ضمیر فصل. هر وقت بعد از مبتدا در ادامه جمله اینجا ضمیر قرار بگیره بهش میگیم ضمیر فصل. هر جا ضمیر فصل دیدی لغت بعدش دوباره میشه خبر. اینجا میتونه خبر الف و لام بگیره، میشه خبر. پس اول جمله باشن میشن مبتدا، بازم خبر میاد. وسط جمله باشن بهشون میگیم ضمیر فصل، بازم خبر میاد. پس بعد از این ضمیرهای هو و هما، هم، هر جا دیدیم چی میاد؟ خبر میاد. ضمیرهای بعدیمون منفصل منصوبی. یه نشونه های تابلو داره، نشونه تابلوش ایاشه، همشون ایا دارن. الان یا کن تکرار کنید با من: ایاهو، ایاهما، ایاهم، ایاها، ایاهما، ایاهن. ایاک، ایاکما، ایاکم، ایاک، ایاکما، ایاکن. ایایی، ایانا. خب حالا خدمت عرض بکنم که این ضمیرها همیشه میشن مفعول. خوبیش اینه، آیا قرآن واسط مثال زدیم؟ یا که نبوده و یا که نستاییم، با اینکه اول جمله اومده، درسته؟ با اینکه اول جمله اومده بازم میشه مفعول منصوب. گفتم ضمیرها رو میگیم چی؟ محله. اینجا ما همینطور هر جا اومدن میگیم مفعول منصوب محله، ضمیرهایی که پس ایا داشتن. اما بریم سراغ ضمیرهای بعدی، اینا خیلی مهمن. ضمیرهای متصل مرفوعی همون شناسه های فعل ها هستن. تو عربی شناسه های فعل ها بدون استثنا چی هن؟ فاعل هن. بریم شناسه های فاعلی فعل ماضی رو یاد بگیریم. 14 صیغه ماضی رو واسه صرف کردم. اونهایی که الان بهت میگم فاعله، بدون استثنا فاعله. ببین لغت بدون استثنا به کار بردم، بدون استثنا چیه؟ فاعله. یعنی
توی این صیغه ها که الان ما فاعل داریم که شناسه فعل بهشون میگیم فاعل از اون ضمیر بارز، دیگه نمیتونیم فاعل از اون ضمیر مستتر یا اسم ظاهر داشته باشیم. این شناسه ها بدون استثناء فاعلن. فقط اونایی که شناسه ندارن میتونن فاعلشون بشه ضمیر مستتر یا اسم ظاهر. زهره شناسه نداره. اینجا کدومه؟ الف، واف. تی ساکن شناسه حساب نمیشه. تا و ت و تو اینا که علامت دارن، حرکت دارن، حساب میشن. تی ساکن فقط علامت مؤنثه، شناسه نداره. جالبه اینه که تو فعل ماضی فقط همین دوتا شناسه ندارن و میتونن فاعلشون اسم ظاهر یا ضمیر مستتر بشه. یعنی 12 تاشون فقط شناسه هاشون میشن فاعل، بهش میگیم فاعل از ضمیر بارز. الف، نون، تا، توما، توم، ت، توما، تون، نه، تو، نه. یا کن 14 تا فعل ماضی 12 تاشون همشون شناسه داره، میشن فاعل از این ضمیر بارز. بریم سراغ مضارع. هم بهت بگم تو مضارع 5 تا شناسه نخواهد داشتش. صیغه 1 شناسه نداره، مشخصه. تو 2 الف، تو 3 واو. تو این نداره شناسه دوباره. دوباره اینجا الف، یذهب، نه، نون. دوباره اینجا شناسه نداره. اینجا الف، اینجا نون، اینجا یه، اینجا الف، اینجا نون. از هوا و نذهبا هم شناسه نداره. این 5 تا الان شناسه ندارن، بقیه شون قرمزا همه شون میشن فاعل از اون ضمیر بارز. نیا کن الان فاعل این 3 تا چی میشه؟ خودت بهم بگو. توم، یه و نون. نیا کن توم، یه و نون رو میگیم فاعل از اون ضمیر بارز، محلا مرفوع، چون فاعل که همیشه مرفوعه، چون مبنی هم هستش گفتیم میگیم محلا. پس این شناسه رو بدون استثناء میگیریم چی؟ میگیم به اصطلاح فاعل ضمیر بارز. اما در مورد یه هم بعدم به توضیح میدم که کی فاعل میشه کی مرفوع، چون مشترک. باز اینو نیا کن، تاکید کردیم روش. تمام شناسه های فعل های عربی، تمام شناسه های فعل های عربی ببین که در دو قسمت جدول ماضی و مضارع با رنگ قرمز مشخص شدن، همگی بدون استثناء، بدون استثناء فاعل از نوع ضمیر بارز محسوب می شوند. اینو حواست باشه، جدا یاد بگیر. ببینی خوشگلم بهت قشنگ داره تابلو بهت نشون میده، اینو حواست باشه. خب خدمت عزیزم از کنم بریم سراغ قسمت بعدی. زمان متصل منصوبی و مجروری هم کاربرد زیادی داره و هم بعدن رو ترجمه ها باز تقریبا جدا کلیدترین ضمیرامون هستن. خدمت عزیزم از کنم که کدوم ضمیر ها هستن. ببین اون ضمیرهای فاعلی الف و واو و یه و اینا بودش. اینا رو نیا کن، ه، هما، هم. این هما یا همیه که میچسته به کلمه، نه اون هو و هما همی که اول داشتیم. ها، هما، هن، نه. که، کما، کم. که، کما، کن، نه. یه، نا. ببین یه اونا رو تو فاعل هم داشتیم، اینجا هم داریم که نکتهش رو برات جدا میگم، ولی اینا رو دیگه جای دیگه نداشتیم. توی ضمیرهای فاعلی ت توماتوم بود، اینا که کماکمن، چون اینا بعد از فعل میان، مثلا اونا ت توماتوم شناسه بود فاعل میشه، اینا در ادامه کار مفعول خواهند شدش. خدمت عزیزم عرض کنم که این ضمیرها رو گوشه آوردم واسهتون که جلوی رومون باشه موقعی که دارم آموزش میدم. این ضمیرها 4 نوع نقش میگیرن که دو تاش خیلی مهمه. این ضمیرها ببین یه بار دیگه من برمیگردم از اول، ببین قشنگ دونه دونه واسه تیکه تیکه کردم قشنگ. خب خورد خورد یا که تصویرش تو ذهنت نقش ببنده، یه به قول معروف یه پلی فوق‌العاده است. ببین این ضمیرها، حالا هر کدومشون، حالا من با که دارم مثال میذارم، حالا هر کدومشون رو که دارم مثال میذارم، اگر بعد از اسم بیان نقششون میشه مضاف الی محلا مجرور. ضمیری که بعد از اسبیاد مضاف الی محلا مجرور. همین ضمیرها اگر بعد از حرف جر بیان مثل من، بهشون میگیم جار و مجرور محلا. پس من که میشه جار و مجرور محلا.
این ضمیرها اگر بعد از چی بیان؟ بعد از فعل بیان. احبک یعنی دوستت دارم، همون I love you انگلیسی ها. اونا که میخوان قبض زده نشن، اونا که میخوان قبض زده نشن، هی I love you I love you که میگن و اینا، نیا کن به جای I love you الان بگو دیگه احبک، بگو احبک، حواست باشه. احبک به صلاح رفتیم توی یه فاز دیگه، اصلا یادم رفت چی داشتیم میگفتیم. فعالش میشه انای مستتر، یعنی من که تو را دوست دارم. ضمیر به فعل بچسبه میشه مفعول به محلا منصوب. و اگر همون ضمیر بعد از حروف مشبهتون بالفعل بچسبه، اینو بعدا پس خودش هم جدا میگیم، اینجا حالا زیاد روش زیاد مکس نکن، یک و سه رو خیلی حواست باشه. همون ضمیرها اگر بعد از حروف مشبهه بیان، میگیم اسم حروف مشبهه محلا منصوب. پس یک و سه از همه مهمتره. اما ضمیر یه اونا که مشترک بود، اول نکته ضمیر نا. ببینید الان داریم ضربنا، تعلمنا، اخرجنا، درسته؟ ضمیر نا کجا فاعل میشد؟ فقط تو صيغه 14 ماضی، مثلا مضارع که نا نداره آخرش که. ضمیر نا در حالت فاعلی فقط باید صيغه متکلم محل غیر ماضی باشه. تعلم تو تعلم ناد گوله تهره نخوری، قبلا تو فعل بهت گفتم این مال با بشه ربطی نهره. الان تعلم تو تعلم ناد، یعنی صیغه 14 ماضیه، پس اینجا میشه فاعل. حالا ببینیم کی میشه مفعول. ببین ارهم الان این کسره میفهمیم، قبلا تو فعل بهت گفته بودم ارهم فعل امره، فاعلش انتای چیه؟ مستتره. پس اینجا نا الان به فعل اضافه شده، دیگه شناسه نیست، اضافه شده. وقتی که اضافه بشه میشه چی؟ میشه مفعول. یه مثال دیگه ببین، ضربنا، اینجا ضربنا بود یعنی ما زدیم، اینجا ضربه فعل، فاعلش هو مستتره یعنی او زد کی؟ ما را. پس اینجا نا میشه به عنوان مفعول. تو جمله سوم یخرج فعل مضارع است که لم اومده سرش، که خب فعل مضارع یخرجو که نا نداشت که، اصلا این فعل مضارع است، فاعل شبهه مستتر، ضمیر نا بهش اضافه شده میشه مفعول. پس ضمیر نا اگر شناسه فعل باشه، صیغه 14 ماضی اگر باشه میشه فاعل، اگر به فعل اضافه بشه میشه مفعول. پس ضمیر یه از نا مهمتره. ترهمینه رو میخواد امر بسازی، میشه ارهمی. خب حتی باب افعال میشه ارهمی، کاری نداره مالا اونش مهم نیستش، اینو دارم عرض میکنم. اینجا یه شناسه است دیگه، میشه فاعل، اینجا یه میشه فاعل. اما حالا فکر کن ترهمه رو میخوای امر بسازی، درست میشه چی؟ اینجا میشه ارهم، بعد میخواد بگه به من رحم کن، میشه ارهمنی. اگر اون نون نباشه مثل این میشه دیگه، درسته؟ بنابراین مجبوره که اون نونو بیاره، اینجا نون میاد که نشون بده که مفعوله در اصل. اینجا یه میشه مفعول. پس یه مفعولی رو با یه فاعلی از روی چی نشون میدیم؟ از روی این نون تشخیص میدیم. نون داشته باشه ضمیر یه، نون داشته باشه قبلش به فعل چسبیده باشه میشه مفعول، نون نداشته باشه میشه چی؟ فاعل. پس